صدای هلهله و شادی و قدردانی از وکلا. چهار میدهند و شادی میکنن. 30,000 سر به دار. لحظاتی بعد از اعلام حکم حمید نوری، الان میبینین پشت سر من گروه های مختلف جمع شدن، از مجاهدین خلق، شورای مقاومت ایران و گروه های چپ. خانواده هایی هستن به صورت مستقل اینجا حضور پیدا کردن. هیاهو و جشن و هیجان عجیبی بعد از اعلام حکم آقای حمید نوری برپا شد اینجا پشت سر من، همونطوری که میبینید. اما در پس این شادی و رقص اشکای بسیاری نهفته. محمود وطن پرست، علی وطن پرست، منوچهر وطن پرست، سه تا برادر، دخترم جلیله صیادی، اعظم صیادی. عصمت وطن پرست، معروف به مادر عصمت، اعضای اعدام شده خانواده را می شمارد. 11 نفر. فقط خانواده داغدار بازمونده صدا میکنن. نمیدونی ماما چقدر سخته، نمیدونی چقدر واقعا دردناکه. باور کن طی این سالها من آرزو داشتم که یکی بره سر قبر بچم یه گل بزنه، یه عکس بگیره برای من بفرسته. یعنی هیچ به این سادگی نیست که هر که کشتن تموش داره. نگاه نکن که من اینجا گل میکارم، من اگه گل میکارم همش به یاد بچه ها میکارم. حمید نوری، معروف به حمید عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام مشارکت در اعدام های 67 در این دادگاه استکهلم پایتخت سوئد، بعد از 92 جلسه دادگاه به حبس ابد محکوم شد. از مدارکی که در دادگاه استفاده شده، فیلم های یک مستندساز بود. نیما سربستانی: خب من از سال 2000، در واقع 22 سال پیش، شروع کردم یه پروژه‌ای و ساختن یک مستندی در رابطه با قتل عام زندان سیاسی دهه 60 و در نهایت تابستان 67. خب شاید صدها ساعت ماتریال هم توی ایران و هم خارج از ایران تهیه کردم که بخشی از این ماتریال ها مثلا گفتگو با ایرج مستاقی بود سال 2005، که خب اونجا من سوال میکنم در رابطه با اسامی اعضای هیئت مرگ که از اوین مثلا اومده بودن گوهردشت توی تابستان 67، و اونجا هست که ایرج در واقع اسامی اینها رو به علاوه حمید نوری یا حمید عباسی اسم میبره توی اون ویدیو. خب این برای دادستان و برای دادگاه اینجا بسیار مهم بود و تعیین کننده بود که اسم حمید نوری، قبل از اینکه هیچ کس بدونه آیا دستگیر میشه یا نمیشه، هیچ برنامه‌ای برخلاف گفتای وکلای در واقع حمید نوری هیچ برنامه ریزی نبوده. اینه که مثلا یه بخشی از این فیلم ها، یا مثلا من گفتگویی با یه قبرکن دارم که میگه شب به ما میگفتن 60 تا قبر بکنید و میومدن و این قبرکنه، خب ویدیو هست، این هم جزی از مدارک دادگاه هست. یه گفتگویی دارم با مادر لطفی که توی خاوران بالای سر خاک پسرش در واقع اون وقت گرفتیم، که مادر لطفی تعریف میکنه چطور پسرش رو پیدا کرد از زیر با چنگ و با دسته خودش چطور زمین رو کند و فهمید که پسرش هست که اونجا دفن شده. خود نیما هم داستان خانوادگی درباره اعدام‌های دهه 60 دارد. داستان این عکس، در واقع من شاید 15 سالم بود که این عکس رو گرفتم. در واقع این خواهر کوچیکم هست، این برادر دیگه هم هست که اینم توی سن 16 سالگی بهش حبس ابد دادن، همزمان با رستم، اون برادر دیگه هم اون پشت رستم هست که دستگیر شدن. در واقع تو خواب بودن، اومدن از تو خواب بلندشون کردن، بردنشون. رستم رو بعد از 6 ماه توی زندان آدرآباد شیراز دارش زدن و جواد بعد از چند سال از زندان آزاد شد که اومدش بیرون دیگه. و اینا هر دوتاشون عضو گروه دانش آموزی ستاد بودن که یه گروه چپ بود در واقع.
وگرنه اینا خب مثلا اون موقع جواد 16 سالش بود که گرفتن. خب مثلا پسر 16 ساله یا مثلا خود رستم 2 سال از جواد بزرگتر بود موقع دستگیر شدن. اینا دانش آموز بودن. یکی تعریف کرد که موقع میرفته دارش بزنن شعار داده زنده باد آزادی، یه شعاری داده که با در واقع قنداق تفنگ زده بودن چونش رو خورد کرده بودن قبل از دارش بزنن. و این خب آثارش هم بعدن بود، موقعی که اون برادر دیگه هم میره از جنازه‌ش رو بگیره، البته جنازه رو نمیدادن، یکی در واقع به قول اون موقع پارتی بازی کرده بودن تا تو بیمارستان گفته بودن از در پشت بیا ما جنازه رو ماشین بیار بذار تو ماشینت ببر دفن کن. البته بعد که میبرن دفن میکنن کار تموم که میشه حزب الله یا بهشون حمله میکنن، حدود 20 تا با سنگ و میان به در واقع خانواده ما حمله میکنن بعد از که خاکش کردن. و این کار ادامه داشته سالها و اینا تا مدتها جرأت نمیکردن برن در واقع سر خاک رستم. یکی از شاهدان دادگاه که 7 سال در ایران زندانی سیاسی بوده لحظات دادگاه را نقاشی کرده، نقاشی‌هایی که شخصیت اصلی آنها حمید نوری دادیار سابق است. اولین بار از اون اتاق پشت شیشه خبرنگاری که دیدمش خیلی دوست داشتم که این دوربینا ضبط کنن این صحنه رو. تقریبا 1 دقیقه و 20 ثانیه یا 30 ثانیه ما چشم در چشم همدیگه شدیم، یعنی اون هم میفهمید این فرد جدید آشناست. چهره حمید نوری من زیاد به اصطلاح تغییری که نکرده. اینجا حمید نوری قرآن را میبوسد، کاری که ظاهراً در شروع هر جلسه انجام میداده و اینجا به گفته سیامک نادری تمرکز کرده. ولی بعدن که فهمیدم من نقاشی میکشیدم نزدیکترین فرد به حمید نوری میشیدم، حتی با شما نزدیکتر بودم. توی 1.5 متری گاهن 2 تا 4 ساعت روبرون مینشست، پشت به قاضی و پهلوش به داستانها بود و خیلی هم با اصرار میگفت که سیامک خوشگل بکش اینجوری، مثلا که انگوش میاش اینجا 2 ساعت، یا میگفت دستمال سینمو بکش، این لباس مارکدارمو بکش، میگفت سیامک بینی منو دراز نکن بیار بالا، یعنی میاد بالا. بعد میگفت کشیدی همه اون حرکاتی که، یعنی این براش اصلا مهم نبود که شکنجگر هست، مهم نبود که جنایت علیه بشریت کرده، مهم اینه که این خوشتیپ باشه، مهم اینه که هنوز یه لباس مارکدار داشته باشه. یه بار ایرج بهم گفت که سیامک حتی قاضی خوانده رابطه شما رو دید خندش گرفته بود، چون این مستمر حرف میزد با من. حتی به اون خانم لیلی که مترجم بود میگفت لیلی لیلی به سیامک بگو یکی اون نقاشیارم بده به خانواده من. 33 سال منتظر اینجام، 33 سال پیش تو همین سوئد بودم، هیچ کدوم از خبرگزاری‌ها خبرنگارا حاضر نشدن راجب 67 که صحبت کنن، میگفتن راجب زندانهات بگو. من با تمامی قلبم نقاشی میکردم برای خودم، یعنی شروع کردم میخواستم ثبت کنم این حقایق رو. این کتاب، این نقاشی‌ها به صورت کتاب توی فکر کنم در عرض 7-8 ماه چاپ خواهد شد. شاهد دیگری در دادگاه یکی از اعضای سازمان فدایان اقلیت، زندانی سیاسی که سالها در تهران محله سبلان شمالی کوچه شهید علی پور همسایه حمید نوری بوده. در طول بازجویی در زندان دو همسایه سابق یکدیگر را شناسایی می‌کنند. منو میبرن دادیاری ناظر بر زندان، بعد شروع میکنه یه سری سوالاتی رو کردن، یه سری سوالاتی که مثلا حالا باید یا به من باشه یا خودش باشه یا داداش من باشه، مثلا کسی نمیدونه اینا رو. یه سوالات اینجوری خودشو لو میده، من اونجا میفهمم که این کیه داره بعد من سوال میکنه. یعنی به پدر من تو ملاقات میگن که داداشش هم بگیم بیا ملاقاتش، برای که اصلا رسم نبوده تو زندان. پدر منم که از خدا بی خبر اصلا نمیدونه داستان چی هست، میان هم پدرم هم دوتا داداشم دستگیر میکنن. حالا بعد از 35 سال در این دادگاه استکهلم همسایه های سابق باز روبرو میشوند. تنها کسی که این گفت من میشناسم تو کل این بچه‌هایی که بود اینا من بودم. خب که حتی مثلا تو اون دادگاه هم گفتش که اسم منو تلفظ بکنه، خوب نمیتونست تلفظ بکنه مترجم، گفتش که نصب کنی من خودم میگم، فامیلشون درکشیده است و همشون کمونیست بودن و از اینجا حرفا در مورد ما زدن. در حالی که تو بازجویی چیز دیگه گفته بود، تو بازجویی گفته بود که نمیدونم خودش یا داداشش همکلاس من بودن،
ولی تو وقتی اومد تو دادگاه دیگه قبول کرده بود این مسئله. من اون لحظه ای که اون لحظه ای رو که یک لحظه خب من دیدم اینو با دستبند آوردن، خب هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. برای خانواده‌ها و زندانیان سیاسی نجات یافته این دادگاه یک اتفاق تاریخی بزرگ بود، اتفاقی که سالها منتظر آن بودند. امید دارم که این واقعا حکومت پایان ببخشه، که هیچ که دیگه مادر اسمت نشه، در حالی که مادر اسمت خیلی فراونه تو ایران. من اینجا زبون دارم میتونم حرف بزنم. حبس ابد در سوئد حداکثر 25 سال است. آقای نوری 2 ماه فرصت فرجام خواهی دارد. اما چاکیان این پرونده میگویند این حکم فقط محکومیت حمید نوری نیست. این حکم محکومیت جمهوری اسلامی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.